بسم الله الرحمن الرحیم. درس ادامه درس قبلی است، البته بخش فولدر آپشن. در دیس پی سی یا فایل اکسپلورر آمدیم، میریم در بخش ویو آپشنز و از بخش فولدر آپشن میریم در تاب ویو. در ویدیو قبلی تا قسمت دیسپلی فایل سایز انفورمیشن این فولدر تیپس کار کردیم. حال در این درس از دیسپلی دا فول پت این دا تایتل بار بخیر شروع میکنیم که وظیفه دیسپلی دا فول پت این دا تایتل بار چی است. اولی که تایتل بار هر ویندوی که ما شما میریم در این موقعیت این قسمت تایتل بار میگم، فعلا از این ویندوی ما شما دیس پی سی است. خب اگر ما بیایم در سافتویر تایتل بار میبینیم که میگه سافتویر درایو دی، در اینجا تایتلش قرار داره. خب اینجا منظورش چی است که در بخش فولدر آپشن در اینجا میگه که یعنی مکمل اینمی پاد یا آدرس فولدر را در قسمت تایتل بار نشان بده. حالا فعلا اگر انتخاب نیست تنها نام نشان میدنی. ببینید فرض کن اینجا سافتویر است، اگر ما بیایم در داخل همی درایو دی، اگر بیایم در این فولدر نتورک سلاید شو اپلیکیشن ما باز بکنم، اینجا بر ما میگه که نتورک این سلاید شو اپلیکیشنز، یعنی نام می فولدر را نشان میده. اگر در این نتورک تولز داخل شویم اینجا میگه نتورک تولز نام می فولدر را. اگر بیایم بگویم که نه همین آدرس از زیر مکمل در تایتل بار نشان بده، باز در این صورت میریم در بخش فولدر آپشنز در قسمت ویو از اینجا انتخاب میکنیم دیسپلی در فول پات این در تایتل بار، بعد اپلای میکنیم. حالا که اپلای کردیم ببینید که در اینجا بر ما به جای نام ازی مکمل آدرس نشان داد، میگه که در درایو دی است سلاش داخل فولدر نتورک نسلای شو اپلیکیشن، در داخل نتورک اپلیکیشن نتورک تولز است. حالا فعلا ما شما این در پایین نام نشان میده در اینجا آدرس است. حالا فعلا در فولدر نتورک تولز هستیم. اگر ما بیایم در اینجا ادوانسد آی پی اسکنر داخل از این فولدر شویم، باید در قسمت تایتل بار در اینجا در آدرس قرار بگیره. میبینیم که اینجا داخل فولدر شدیم و در تایتل بار هم نشان داد. این خلاصه ای که آدرس فایل که در داخل سب فولدر ها میباشی در قسمت تایتل بار نشان بده یا خیر. خب ای البته در زیاد جای ما شما از این استفاده کردن میتونیم. فرض کنین اگر آدرس یک فولدر یا فایل خود ما شما به کس میتین از داخل کامپیوتر خود میتونیم استفاده کنیم، یا ای کمی آدرس اینه من اینجا کلک کردم کاپی بگویم و از این آدرس میتونیم به جاهای مختلف در پروگرامینگ و این مسائل از این استفاده بکنیم. خب حالا در اینجا چون در قسمت پایین ما آدرس داریم، نیاز به تایتل بار نیست، من نمیخوایم باشه. اگر شما خواسته باشین میتونین فال بکنیم، آپشن است. من در بخش ویو ایرم ما غیر فایل میسازم، اپلای میکنیم و تمام نام فولدر نشان میده. دیگه هایدن فایلز اند فولدرز ایرم و شما قبل در ویدیو قبلی گفته بودیم در این بخش و حالا هم یک کمک برتان میگم. ما میایم فرض کنیم در درایو سی در اینجا بخش آپشنز آپشن هایدن فایل فعال است. بلن ایرم ما یک ریستور میگم که به حالت اول بیایم آپشن های فولدر آپشن ریستور دیفولت به حالت اول میره، اپلای میکنیم. این فایل های ویندوز از اینجا. اگر ما بیایم یک فولدر که اینجا به نام تست بگیریم و این رو بخوایم که داخلش هم یک تکست داکومنت بگیریم، فرض کنیم به نام تست فایل و داخلش یک انتری میکنیم محمد فرید، سیف کلوز و یک رچ تکست ها میگیریم داخلش. خلاصه محتویات مختلف داریم. حالا ما میخوام این رو پنهان کنم، رایت کلیک میریم در پروپرتیز هایدن رو چک کرده بعد اوکی میگیم. اپلای چینجز تو دیس فولدر اونلی تناس بالایزی تطبیق شود، چیزی که در داخلش هست پنهان نشه، یا اپلای چینجز تو دیس فولدر سب فولدر اند فایلز بالای از این فولدر هم تطبیق شود و چیزی که در داخل از این فولدر ما هست سب فولدر ها و سب فایل ها بالای از هم تطبیق شود، یعنی پنهان شود. اوکی میگیم. حالا فولدر دیدیم که پنهان شد. اگر بیم در بخش آپشنز از اینجا از بخش ویو بگویم که شو هایدن فایلز، فایل هایی که پنهان است او رو بر من نشان بده، اپلای میکنیم. اینو ببینه که تست فولدر ما شما دوباره هم در اینجا قرار گرفته، یعنی دوباره شو کرد. اما در اینجا دوستا در درایو سی بعضی از فایل های ویندوز است که او هم از طرف خود سیستم پنهان است.
اگر ما شو هایدن فایلز بگوییم او را بر ما اینجا نشان نمیدن، باز بخاطر از اینکه او فایل های پنهان شده خود ویندوز خواسته باشیم ببینیم. یک کمک پایین بین در اینجا نوشته است که hide protected operating system files، hide کو یعنی پنهان کو همون فایل های خود operating system ها. و داخل قوس ببین recommended آمده، یعنی خود مایکروسافت میگه که این باید پنهان باشه. پنهان باشه خوب است که بسیاری از بیسک یوزر ها ممکن در او تغییرات بیاره یا دلیت بکنه. اگر تغییرات یا دلیت بیاره شاید یعنی ممکن فو operating system شما از بین بره ویندوز ما به او خاطر یا به مشکل مواجه شود، به او خاطر این پنهان می باشه. حال ما می خواهیم که ظاهر شود، این را انچک می کنیم، یس می گیم، بعد اپلای. حال ببینیم که در اینجا باید فایل های operating system پنهان شدگی را هم بر شما نشان بده. خب ما یک بار دیگر چک می کنم که اینجا view show hidens hide protected uncheck بعد apply اوکی. یعنی ببینیم که در اینجا همو فایل های پنهان شده ویندوز هم ظاهر سا. خب اگر ادوانس یوزر باشی باز میتونی که از یه استفاده بکنی. و یک اپ دیگر هم برتون بگویم از یه آپشن که بسیاری اوقات در فلش های ما شما دیتا پنهان میشه. اگر شو هایدن گفتین او ظاهر نشد، یعنی معمولا پنهان میشه داخل فلش که باز کنی چیز معلوم نمیشه، اما وقتی که در قسمت دس پی سی بری از اینجا باز نشان میده که دیتا داره، وقت بازش میکنی چیز معلوم نمیشه. پس به این خاطر که او رو شو بکنی دیتایش از بخش ویو از اینجا یکی خود شو هایدن فایلز چک میکنی و دیگه هاید پروتکت آپریتینگ سیستم غیر فعال میکنی. وقتی که غیر فعال کردین در این قسمت باز اونمو فایل های پنهان شده ویندوز برتون ظاهر میشه. خب باز فلش ببخشین. خب حالا اگر خواسته باشیم میتونیم که از این آپشن ها استفاده بکنیم. برای فعلا میگم که دون شو نشان نده فایل پنهان شده را و فایل پنهان شده ویندوز هم پنهان بساز، اپلای میکنیم. دیگه داریم ایت امتی درایوز. اگر در قسمت دس پی سی یا مای کامپیوتر ما شما کدام درایو خالی باشه او را میگه پنهان بکنه نکنه. این منظورش از این درایو های سی و دی و ای های هارد دیسک نیست. این منظورش ای است که اگر کدام وقت در کامپیوتر ما شما جای میموری کارت یا چپ چیز باشه جایش باشه، اما جایش در خود می چپ یا میموری کارت ما شما ننداخته باشین تمام درایو خالی باشه. وقتی که خالی باشه باز اینجا پنهان شوه. اگر خواسته باشیم که ظاهر بسازم اون چیزای پنهان شده را پس ایره غیر فعال میکنیم اپلای می. اینجا ببینید در کامپیوتر ما چیز ظاهر نشد بخاطر که من کدام درایو خالی ندارم یا امی کامپیوتر ما جای چپ یا کارت ریدر نداره بخود. اگر داشته باشه باز اینجا ظاهر میشه. هاید اکستنشن فور نون فایل تایپس هم شما در ویدیو قبلی خوانده بودیم. در این موقعیت دیگه داریم هاید فولدر مرج کانفلیکت. این منظورش چی است؟ اگر من بیایم خب در اکسپلورر میریم فرض کنین در قسمت داکومنت در اینجا یک تست داریم، یکی هم تست دو است. بله این تست ما یک کپی میگیرم میاییم در درایو دی سافتویر در اینجا پیستش میکنیم. خب تست آمد. حالا اگر بار دیگه پیست بکنیم اینجا فولدر وجود داره، اینجا یک کانفلکشن میاد. ببینید وقتی که من پیست بگویم فعلا این مسیج داد. اگر بیایم در بخش ویو فولدر آپشن ویوز از اینجا هاید فولدر مرج کانفلکت چک است، اگر میره ان چک بکنم اپلای بکنیم اوکی بگویم و اینجا باز دوباره بیم اینجا پیست بکنیم چون تست اینجا وجود داره. وقتی که پیست میگم سکنین اینجا کانفرم فولدر ریپلیس آمد. بیشتر اگر متوجه شده باشین این آپشن نبوده اینجا. خب اینجا میگه قبل از قبل همین فولدر وجود داره، تو آیا میخوایی که بالا از این مرجش بکنی بالا از این دوباره قرار بدی؟ اگر چیز قبلی بود در جایش باشه، چیز نو در این فولدر اگر بود بالایش مرج شوه و تا تاریخی گپایشان هم برتون میگه. خب اگر این همی آپشنه که خواسته باشی که برات نشان بده در قسمت آپشنز در اینجا هاید فولدر مرج غیر فعال بساز، اگر خواسته باشی که نشان نده پس چکش بساز. بخش بعدیش داریم دوستا لانچ فولدر ویندوز این سپریت پروسس.
این اگر موش ما چک میکنیم اپلای میکنیم، هر قدر فولدر را که موش ما باز میکنیم در بخش پروسس بر خود جداگانه یک یک پروسس باز میکنه. وقتی کی باز کنه هم فایده داره و هم نقص. فایدهش دهی است که اگر کدام وقت کدام فولدر هنگ میشه، یعنی کامپیوتر بیزی میشه، مصروف میشه، باز فقط اونمو پروسس مصروف میشه، دیگه پروسس ها در جایش میمونه، دیگه فولدر ها در جایش میمونه، شما میتونید در او کار بکنید. خب نقصش دهی چی است که هر قدر پروسس زیاد باز شوه اونمو قدر فضای رم یا میموری کامپیوتر میگیره. هر قدر که میموری کامپیوتر مصروف شد اونمو قدر تاثیر بالای پرفورمنس یا سرعت کامپیوتر میاد. پس اگر خواسته باشین میتونید چک بکنید، نخواسته باشین ان چک بکنید. خب ریستور پریویوس فولدر ویندوز ات لاگان. اگر ایره ما چک بکنم اپلای بکنم، چقدر فولدرایی که باز داشته باشیم کامپیوتر خود ساین اوت بکنیم یا ریستارت بکنیم، اونمو فولدرای باز شده ما در جایش قرار داره، یعنی بسته نمیشه. اگر ایره ما غیر فعال بکنم اپلای بکنم، اینمی فولدرای باز شده، فرض کنیم اینمی درایو دی، اگر ما کامپیوتر خود ریستارت یا ساین اوت بکنم در این صورت ای بسته میشه. وقتی پس دوباره ساین ان میشیم کامپیوتر کاملا به حالت عادی میباشه و فولدرای باز شده در مجموع بسته میشه. خب ایره ما فعلا عملی کار کرده نمیتونم به خاطر از اینکه کامپیوتر ما در ریکارد است، اگر ما ایره کار بکنم باز ریکارد استاپ میشه، در ویدیو نمیه، شما میتونید که باز عملی کار بکنید. دیگه داریم شو درایو لیترز. اگر بیایم در قسمت پی سی سعی کنین اینجا لوکال دیسک سی دی ای اف به این شکل این لیترا را نشان میده در این درایو. اگر از بخش ویو از اینجا شو درایو لیتر غیر فعال باشه اپلای بکنیم، ببینید اینجا لیترای درایو را بر ما نشان نمیده، دی و سی و یا هاید شد، پنهان شد، نشان نمیده. دوباره میگم که باشه خوبتر است، این را چک میکنیم اپلای، یعنی ببینید که سی و دی دوباره ظاهر شده. Show encrypted or compressed NTFS files and colors. انشالله ایره در ویدیو بعدی، البته چند ویدیو بعد که درسش رسید بالای فایل سیستم ها، ایره انشالله برتان خواد گفتم، اما بر فعلا کمک میگیم که این منظورش چی است. میگه اگر فایل های انکرپت شده باشه و کمپرس شده باشه، انکرپت هم از خودی یک رنگ مخصوص میداشته باشه بالای فایل و کمپرس هم، این یعنی فایل های انکرپت و کمپرس رنگایشان ظاهر شوه. اگر یه چک باشه رنگایشان نشان نمیده. بیایید که یک عملی کار بکنیم. خب ما میایم در این درایو داخل میشم، بالای امو تست فولدر خود میریم، اینی دو تا فایل ها که میخوایم که کمپرس بکنم، کمپرس باز رنگ آبی را به خود میگیره، پراپرتیز ادوانسد، بعد از اون کمپرس فایل میکنیم و اوکی میکنیم، انکرپت هم میجاست، اوکی، بعد اپلای، بعد اوکی. حالا اگر ببینیم سکن رنگ فایل های کمپرس شدگی فرق میکنه. خب در این صورت اگر بیایم از بخش آپشنز، از بخش ویو شو انکرپتد این اگر چک بکنیم یا کمپرس اپلای بکنیم، بخش پیشتر اونجا رنگش مال نه، من فکر کردم رنگش تغییر کرده، یعنی چه سکن کال رنگش کاملا به رنگ بلو آمده، رنگ نشان میده. اگر ایره غیر فعال بکنیم باز اینمون رنگ نشان نمیده. خب چشما ضعیف شده دیگه. البته بخش بعدیش از شو پاپ اپ دسکریپشن فور فولدر ان دسکتاپ آیتمز، یعنی در دسکتاپ کدام آیتمز ها یا فایل هایی که هست دسکریپشن پاپ اپ برای ظاهر بسازی یا نشان بده. بیایی که در روی صفحه ویو کنار شو بکنیم. حالا دوستا اگر من میایم ماوس خود بالای فولدر دسکتاپ میارم، ببینه که تاریخش نشان میده، سایزش نشان میده، سب فولدرها در داخلش نشان میده. این می معلومات را که میگه این فولدر تپس است. اگر ما خواسته باشیم که اینمی تپس نشان نده، باز در قسمت آپشنز بخش ویو از اینجا فولدر تپس غیر فعال میکنیم، شو پاپ اپ دسکریپشن اپلای، بعد اوکی. حالا وقتی که من ماوس خود بالای فولدر میارم، ببینه دوستا که معلومات بر ما نشان نمیده. خب اگر خواسته باشین ظاهر شوم فال میکنین، اگر نخواسته باشه غیر فال. فعلا من فال میسازم میرم،
شو پریویو هندلرز ان پریویو پن. اگر بیایم در قسمت پیکچرز یا هر یک موقعیت دیگه که پیکچر باشه، در این قسمت پنس اگر ببینیم، ما میتونیم که پریویو پن یا دیتیلز در اینجا ظاهر بسازیم. اگر خواسته باشین میتونید شما ایره هم از اینجا استفاده بکنیم. بخش ویو پریویو هندلرز و در ضمن از این پریویو هندلرز، خب کجا شد؟ این شو پریویو هندلرز این پریویو پن ظاهر شده یا نشده. شو استاتس بار، این قسمت پایین فولدر رو ببینین، تو آیتمز، وان آیتم سلیکتد، سایز شما شاشین بی. اینی که از استاتس بار است یا جایی است که راجع به فایل ها و فولدر های شما معلومات میده. اگر این غیر فعال بکنیم، اپلای بکنیم، استاتس بار غیر فعال میکنیم، اپلای، حال ببینید که استاتس بار نشان نمیده. اگر خواسته باشید چکش کو اپلای بکنیم. شو سینک پرووایدر نوتیفیکیشنز، اگر سینکرونایزیشن بالای کدام فولدر، فرض کنین یک فولدر است در نتورک در شبکه شما از او کار میگیرین و وقتی که آنلاین باشه، معمولا شیر فولدر های ما قسم می باشه که اگر آنلاین باشی کار میکنه، اگر آفلاین باشی باز کار نمیکنه. اینا ما میگیم که در صورت که آنلاین بودیم یا آفلاین بودیم، حتی اگر آفلاین هم در نتورک شدیم، باز هم اونمو سینکرونایزیشن بر ما نوتیفیکیشن شده که یعنی سینک شد. اگر ایره ما چک بکنیم، اپلای بکنیم، باز در این صورت اونمو نوتیفیکیشن مسیجش نشان میده که یعنی فایل سینک شد، فولدر سینک شد. اگر ایره ان چک بکنی، باز در این صورت نوتیفیکیشن های بخش سینک برتان نشان نمیده. دیگه داریم use check boxes to select items. اگر ما ایره سلکت بکنم، اپلای بکنیم، اوکی بکنیم، سعی کنیم بالای آیتمز های فولدر ها که میریم بر ما شما چک باکس به خاطر انتخاب از این نشان میده. اگر خواسته باشین میتونی که فال یا غیر فال بکنیم. حالا فعلا اگر سهولت برتان داد میتونی فال باشه، اگر سهولت نداد میتونی که از کنترل هم محکم گرفته پرس بگیرین سلکشن داشته باشین. پس ایرم ما انچک میکنیم، فعلا من انچک میکنم چون ضرورت من نیست، من از کنترل زیاد کار میگیرم. اپلای میکنیم. Use Sharing Wizard. خب اگر بیایم در قسمت از این فولدرک رایت کلک بکنیم و در بخش Give Access اگر ببینیم، در Give Access ما شما این دو آپشن فعلا داریم، Remove Access و Specify People. اگر از قسمت Options View و در اینجا Sharing Wizard غیر فعال باشه، Apply، OK. و حال اگر بخش Give Access بیم، ببینید دوستا اونمو Specify People بر شما ظاهر نشد. این منظور از این چی است که اینمی فولدر را که ما شیر بکنیم که از طریق نتورک دیگه اشخاص از این استفاده کرده بتونن. آیا او اشخاص هم مشخص میگونی یا نمی؟ اگر مشخص میخوایی بکنی، باید این فولدر آپشن هم فعال باشه که تو اشخاص یا یوزرها رو مشخص بکنی که کی استفاده کرده بتونه و کی نتونه. یا ای که باز بخش های بعدی انشاءالله شما در ادوانس شیرنگ باز خواهد خواندین، هم میتونی که از اونجا کار بگیرین، هم از اینجا اپلای میکنی. When typing into list view، میریم اگر در درایو دی داخل شویم، اینجا پریویو پنل ما غیر فعال میکنم، ببینیم فولدرها یا دیتیل زیاد داریم. اگر من اینجا کلک میکنم و W رو پرس میکنم، بالای او فولدر میره که نامش به W شروع شده. پرس میکنیم ببینیم بالای فولدر ویدنگ آلبوم و می شکل باز پرس میکنیم، بالای دیگه فولدر همو زپ میره، باز پرس میکنیم، یعنی چیزی که به W شروع شده. اگر من او رو پرس بکنم، مستقیم بالای آفیس میره. به اینمی شکل یعنی خلاصه در داخل فولدر بالای آیتمز وقتی که سرچ میکنیم، این منظورش از سرچ کردن است، بالای آیتمز سرچ میشه. اگر همی کار بکنم، بگویم که چیزی که به او شروع شده بر من نشان بده، در این سرچ باکس کلک میکنیم و او را پرس میکنیم، حالا ببینید دوستا معمولا فولدرهایی را نشان بده که به او شروع شده باشه یا همون کرکتر او را داشته باشه. خ
خب فکر میکنم که از ای که ما در سرچ باکس تایپ بکنم، ما شخصا خودم بر ما ساده تر است که از داخل خود لست کار بگیریم. خب اینجا هدفش چی است؟ اگر از بخش فولدر آپشن چی گفته؟ ده اینجا گفته که وقتی که when typing into list view، ده این لست وقتی که تایپ میکنی در کجا تایپ شوه؟ automatically type into the search box، اوتومات در این search box type شود که من ایره select میکنم. اوکی سعی کنیم وقتی که من او را پرس بکنم مستقیما در search box type میشه، نه ای که بالای items برای selection خود بگیر. از بخش options اگر بیایم در اینجا برش بگیم که نه مثل قبلی کار بکنه، select the type item in the list in the view، در خود ویوی که ما شما داریم در آبجکت هایی که داریم در خود از یاد تایپ شوه، باز قسمی که قبلی بود انا میتونی از این کار بگیریم. دیگه داریم بخش بعدیش از دوستان نویگیشن پن. این موقعیت که طرف چپ شما میبینین، این موقعیت نویگیشن پن میگم. و نویگیشن پن هدفش چی است؟ که ما اگر خواسته باشیم از یک لوکیشن از یک موقعیت به موقعیت دیگه بریم، از این نویگیشن کار میگیریم، ما را با سرعت زیاد با سهولت زیاد ما را در اون قسمت میبره. حال فعلا در درایو دی هستیم. اگر دفعتا فرض کنید در دسکتاپ خواسته باشیم بریم، یعنی مستقیم میتونید در دسکتاپ کلیک کنید و داخل دسکتاپ میبرید. اگر بخواید در درایو ای بریم، مستقیم اینجا کلیک بکنید در نویگیشن در درایو ای میبرید، یا در درایو دی هر موقعیت خواسته باشید، که چیزی که در نویگیشن پن باشه. خب یک سهولت داره اینجا. خلاصه اگر خواسته باشیم که اینمی نویگیشن پن ظاهر نشه، چون ای آپشن اک فعلا آمده در اینجا با دیفولت می باشه، در ویندوز های 7 و ویندوز های دیگه که بود باز مکمل میتونستی که نویگیشن پن آف بکنی. یا گفته always show availability، فعلا availabilityش اینجا باشه، باید ایران چک میکردیم اینجا ظاهر نمیشه. خب هر صورت فعلا هست، مشکل نداره، میگم باشه. دیگه expand to current folder، این منظورش چی هست؟ اگر این رو من فعلا غیر فعال میکنم، غیر فعال است، اوکی میکنیم. دوستا ببینید در درایو دی هستیم. اگر ما برم در سافتویر، بازم در نویگیشن پن میگه که در درایو دی هستی. اگر در فولدر کاسپرسکای بریم، بازم در اون موقعیت هستیم. یعنی از لحاظ موقعیت فقط اون مین فولدر یا درایو سلکت میکنه و بس. اگر ایتی کار برش بگویم که در ویو از اینجا آپشن ها که سلکت بکنیم، بگویم expand to open folder، یعنی هر قدر که من فولدر ها را باز میکنم از اینجا هم expand شده باز شده بره. چطور؟ این را چک میکنیم apply، یعنی مجرد که اوکی کردیم ببینیم اینجا میگه که در درایو دی است، داخل شدیم در درایو دی، بعد از او در فولدر سافتویر، بعد از فولدر سافتویر در کاسپرسکای. اینا رو من کاسپرسکای را باز بکنم سکر اینجا اوتومات expand شده میره. این همی جزئیاتی که داره در اینجا، همی سهولتی که داره. اگر و مورد پسندت بود انتخاب بگو، اگر نبود نکن. من خب فعلا میگم که نباشه بهتر است بر من. شما هر قسم که نیاز داشتین نمیتون انتخاب بکنید. اوکی اینال که کلوز کنم پس بین دیگه باز اکسپاند خدا نمیکنه دیگه. خب یک بار کلوز میکنیم و میره چک بکنیم سافتویر دیگه سافتویرز و ببینید اکسپاند نکرد خدا دیگه کاسپرسکای. دیگه میریم در بخش آپشنز، قسمت آپشن ها که بعدی ما شما هست شو آل فولدرز، یعنی تمام فولدر ها در نویگیشن پن نشان بده. مخصوصا هدفش از چی از کدام فولدر ها؟ مثلا که در روی دسکتاپ داریم یه فولدر علامه دیمو هست، کرک هست، دسکتاپ هست، تست هست، این در این قسمت دسکتاپ در اینجا نیست. اگر خواسته باشی که اینمی آرام در نویگیشن پن نشان بده، باز از بخش آپشنز بیام، از قسمت شو آل فولدرز چک بکو اپلای بگو. سکال در بخش نویگیشن پن امی آپشن اکای موشون فولدر اکا علامه دیمو کرک دسکتاپ یا کلی در اینجا قرار گرفته. و درایوار اگر متوجه باشیم اینجا باز نشان نمیده، به این حالت قرار گرفته. میگم که نی از این حالت کدم، حالت پیشترت بهتر بود، اموره بر ما بیار. پس میاییم از اینجا ایره غیر فعال میکنم اپلای. حالا پس دوباره به این حالت قرار میگه شو لیبرریز. اگر خواسته باشیم که لیبرری هم در اینجا قرار بده، شو کنه نشان بده، اپلای اوکی.
حال ببینید دوستا، اینی بخش لیبرری را هم بر ما شما در اینجا نشان میدم. یک کم پایین بیم اینه لیبرریز، داکومنت، میوزیک، پیکچر و این مسائل تمامش است. اگر کدام فولدر را میخوایی که در لیبرری قرار بدی، فقط رایت کلک کو در اینی جگه که بیای که ایرم مستقیم برش بگویم که لیبرری قرار بده. خب من یک کار میکنم که نمیره، یک کپی میگیرم، میرم در بخش داکومنت، در اینجا پیست میکنیم، بله فولدر کاسپرسکای در اینجا پیش شما میایم، اجازه میدیمش که مکمل کپی شه. خوب از قسمت لیبرریز اینجا آمدیم، فعلا این شش لیبرری فعلا وجود داره و ما میخوایم کنم کاسپرسکای که در داکومنت آوردیم در این قسمت، این را هم در لیبرری قرار بدیم، یعنی فولدر اگه در این موقعیت. خب بخاطر از این کار ما شما میتونیم که هم رایت کلک از اینجا نیو لیبرری بگیریم و هم از بخش لیبرری باز میتونی که منیجش هم بکنیم، مثلا در بخش داکومنت، یا بیا از اینجا میگیریم رایت کلک میگم نیو یک لیبرری بده و فعلا نیو لیبرریز نامش هم میگم که فرض کو انتی وایرس باشه و در داخل از انتی وایرس کلک میکنیم انکلود فولدر، اونمون فولدر که در هر جای موقعیت داره و طور مثال در بخش داکومنت کاسپرسکای بعد انکلود فولدر میگیم، یعنی ببینیم همون فولدر که ما آوردم در اینجا قرار گرفته و حتی شما میتونیم که نیو از اینجا فولدرهای بیشتر دیگه هم بگیرین، داخل از این قرار بدین یا دمی خود از این کلک بکنین، درگ اند دراپ بکنین، هر موضوعی که خواسته باشه. خوب مگر خواسته باشیم که لیبرری نباشه در اینجا، فقط بالایش رایت کلک، از اینجا میگیم که دلیت، این لیبرری نباشه. یا اگر در کویک اکسس در اینجا خواسته باشی کدام فولدر قرار بدی یا چیزی که زیاد نیاز داری که مثلا به او دسترسی داشته باشی، همیشه دسترسی داشته باشی، فقط رایت کلک، اگر ما اینجا بویم پن تو کویک اکسس، میتونیم که اینجا ببینیم به نام تست در اینجا قرار گرفته، هم میتونی در تسک بار، هم در ستارت مینیو و هم در کویک اکسس فولدرهایتان پن بکنین که با آسانترین طریقه یا با زودترین فرصت دسترسی پیدا بکنین. این هم بود موضوع فولدر آپشن.